فرانسه 7 کودک داعشی را از اردوگاه‌های شمال شرق سوریه به پاریس بازگرداند. به گزارش شی ویوز، وزارت امور خارجه فرانسه با صدور بیانیه‌ای ضمن تایید این خبر اعلام کرد که این کودکان به شدت آسیب پذیر و در بدو ورود به کشور در اختیار مقام‌های قضایی قرار گرفتند و سازمان‌های تأمین اجتماعی نگهداری و مراقبت از آنها را بر عهده دارند. والدین این 7 کودک همگی از سنی‌های تندروی داعش بودند. به گفته دولت فرانسه 4 کودک بدون سرپرست بوده و 3 کودک بیمار دیگر با اجازه مادرانشان به تنهایی به فرانسه بازگردانده شدند. از زمان آغاز روند بازگشت فرزندان تروریست‌ها در سال 2019 مجموعاً 35 کودک به فرانسه برگردانده شدند. بسیاری از سازمان‌های دفاع از حقوق بشر عملکرد دولت فرانسه و روند قطره‌چکانی پذیرش کودکانی که والدینشان به سوریه رفته بودند را مورد انتقاد قرار می‌دهند. کودکان فرانسوی پذیرفته شده در فرانسه عمدتاً یتیم هستند. زنان و فرزندان تروریست‌های اروپایی عمدتاً در اردوگاه‌های منطقه نیمه خودمختار تحت کنترل کردها در شمال شرق سوریه نگهداری می‌شوند. کمپ الهول شناخته ترین و در عین حال بدنامترین اردوگاه این گروه از شهروندان اروپایی است.